با سلام و وقت بخیر، شما بیننده مجموعه خبری امروز یک شنبه 29 اسد سال 1402 خورشیدی از خامه پرس هستید. مقام های وزارت دفاع امارت اسلامی میگویند که تا اکنون نزدیک به 150 هزار سرباز در صفوف ارتش جذب شده و تا پایان سال جاری این تعداد به 180 هزار نفر خواهد رسید. آنان افزودند که در حال حاضر هیچ گروهی مسلح در افغانستان وجود ندارد و گزارش های منتشر شده در این مورد بی اساس است. مقام های این وزارت افزودند که هیچ گونه تهدیدی از خاک افغانستان برای کشورهای دیگر وجود ندارد و نگرانی کشورهای همسایه در این زمینه بیجاست. مقام های وزارت دفاع حکومت سرپرست به روز یکشنبه در نشست حسابدهی دولت به ملت افزودند که این وزارت نزدیک به 50 هزار وسایل نظامی که تانک های چیندار نیز شامل آن است ترمیم با آماده بهره برداری کرده است. به گفته مقام های وزارت دفاع امارت اسلامی، نیروهای هوایی این وزارت در یک سال گذشته هزاران پرواز تمریناتی و نزدیک به 3700 وظیفه اجرا کرده است. مقام های این وزارت حین ارائه دستاورد های یک ساله ایشان افزودند که در یک سال گذشته طی عملیات های مختلف هزاران میل سلاح سبک و سنگین، مقدار زیادی مهمات و مواد انفجاری کشف و ضبط شده است. سال گذشته تقریبا زیاد ما تلاش کردیم که تعداد اردوی ملی اسلامی را ابتدا به 100 هزار و بعد از اون تا 140 هزار، در اخیرای سال تا به 150 هزار و در سال آینده انشاءالله العزیز پلان هست که همی تعداد اما به اساس همو ضرورت ها بالا ببریم و پلان هست که تا 170 هزار یا 80 هزار تعداد می رسانیم. برخی منابع در صحبت با رسانه ها از برگزاری نشست چند روزه میان نمایندگان امارات اسلامی و شماری از فعالان سیاسی افغانستان در اندونزیا خبر دادند. منابع گفتند که این نشست در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار شده است و روز شنبه وارد چهارمین روز خود شده است. بر اساس گزارش ها دکتر فاروق اعظم مشاور وزارت انرژی و آب امارات اسلامی نیز برای اشراک در این نشست به جاکارتا رفته است. فاطمه گیلانی رئیس سابق هلال احمر افغانستان این نشست را که اشراک دگان آن به 30 نفر میرسد میزبانی میکند. بر اساس گزارش ها این هفتمین دوره گفتگوهایی است که زیر نام مجمع فکر آینده افغانستان برگزار میشد و قرار است در پایان نشست قطعنامه نیز از رادرس آن صادر شود. این نشست ها پشت دروازه های بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار میشن و تا اکنون جزئیات از مباحث و آجند های آن از سوی امارات اسلامی و نه دیگر اشتراک کنندگان ارائه نشده است. مسئولان سازمان ملل میگویند که در دو سال گذشته دست کم 30 کارمند بشردوستانه این سازمان در افغانستان کشته شدند. دانیل اندرس، همان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، با پایین این موضوع افغانستان را محیط چالش برانگیز برای کارمندان این سازمان خوانده و خطرات در برابر آنان را غیر قابل قبول خوانده است. همان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان روز شنبه به مناسبت روز جهانی بشردوستی از خطرات صدر رای همکارانش یادآوری کرده و آن را غیر قابل پذیرش خوانده است. اکثر این کارمندان سازمان ملل که در دو سال اخیر جانشان را در افغانستان از دست دادن واکسیناتورهای پولیو و خونساکنندگان ماین بودند. آقای اندریس هشدار داده است که بدون کارمندان بشر دوستانه میلیون ها انسان به نیازهای اولیه که برای بقا ضروری است دسترسی نخواهند داشت. محسن رضایی تکواندوکار افغانستان قهرمان فستیوال جهانی تکواندو در کره جنوبی شد. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان اعلام کرد که آقای رضایی به روز شنبه در این مبارزات حریفانش را از کشورهای پاکستان، کره جنوبی و تکواندوکار از تیم مهاجرین فدراسیون جهانی تکواندو را شکست داد و به مقام قهرمانی وزن 58 کیلوگرم این مبارزات دست یافت. محسن رضایی همچنان در بخش تیمی دو نفره مردان با امید سحاب در مقابل ورزشکاران کره جنوبی با یک پیروزی و یک شکست با مدال برنز دست یافت. 8 تکواندوکار از افغانستان در این فستیوال جهانی تکواندو در کره جنوبی اشتراک دارند که تاکنون توانستند یک مدال طلا، یک مدال نقره و 3 مدال برنز به دست آورند. این فستیوال به تاریخ 18 آگوست در کره جنوبی آغاز شد و تا 4 روز دیگر ادامه دارد.
فرماندهی امنی امارات اسلامی در کابل از کشته شدن 4 آدم ربا در ولسوالی پغمان خبر داده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی امارات اسلامی در کابل با نشر اعلامیه گفته که این آدم ربایان شب گذشته در منطقه پشت بادام ولسوالی پغمان در درگیری با نیروهای ویژه کشته شدند. سخنگوی فرماندهی امنی کابل افزود که این 4 آدم ربا 3 روز پیش فردی به نام محمد امین را ربوده بودند و او افزود که فرد ربوده شده در جریان عملیات نیروهای ویژه نجات داده شده است. این بود خبرها. ممنون از توجه شما.